شورشگران در دل دشمن وحشت می‌آفرینند. هر روز این وحشت در رسانه‌های مختلف نظام انعکاس داره. اجازه بدین فقط یک نمونه رو مرور کنیم. روزنامه حکومتی مردم سالاری در مقاله تحت عنوان چرا تقطعه اصلاح طلبان، ضمن اشاره به نارضایتی انفجاری ناشی از خط فقر 10 میلیونی، هشدار میده که چرا متوجه نیستین دشمن ضمن برافروختن پیاپی آتش فتنه در میان جامعه آغشته به بنزین نارضایتی در صدد برپا کردن آشوب و عصیان است؟ چرا نمیبینید مجاهدین که دمی از خصومت و عناد با تمامیت نظام از هر جناح و جریان دست بر نمیدارند، با شدیدترین بمبارانهای روانی تبلیغی میخواهند بشکه باروت نارضایتی ها را منفجر کنند و فاجعه‌ای فراتر از آبان 98 بسازند؟ این روزنامه حکومتی باز هم زنگ خطر رو به صدا در میاره که چگونه میتوان خطر روزافزون کانونهای آشوب را مهار کرد؟ آیا این عده نمیبینند جریان ورود سلاح به کشور و توزیع آن تا کجا گسترده شده است؟ آیا آنها نمیدانند چرا مجاهدین از ورود این همه سلاح در جامعه استقبال میکنند؟ مقاله نویس به همین میزان بسنده نمیکنه و باز هم چراغ هشدار رو روشن میکنه و مینویسه آیا نمیبینند چگونه مجاهدین در صدد هستند در کف جامعه از میان لشکر جوانان بیکار و انبوه پسران و دختران سرگردان شده در فقر و نداری عضوگیری کنند و هر یک را تبدیل به یک شورشی و یک بمب ساعتی کنند؟ کمی هم به آن روزی فکر کنند که صدای رگبارها و انفجارهای ناشی از آشوبهای اجتماعی با سرکردگی مجاهدین زمین و زمان را فرا گرفته است و بیشک در چنان روزی دیگر چاره اندیشی نوشدارویی بعد از مرگ سهراب است. خطر سرنگونی برای رژیم اونقدر جدیه که در ادامه همین مطلب اینطور نوشته شده. وقتی امواج نارضایتی به حرکت درآید و با شتابی خارج از انتظار به طوفانی سهمگین تبدیل شود، دیگر نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. بله، شورشگران پیروزی می‌سازند.